من بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. تو دهه 1970 آمریکا وقتی شخصی یا بچه گم میشد، پلیس به هیچ وجه دنبالش نمیگشت، چون میگفتن که حتما خودش خواسته فرار کنه، خواسته که پیش خانوادش نباشه و اصلا دنبالش نمیگشتن. و پرونده موضوع امروزمون هم در مورد همین قضیه است. بنابراین بریم این پرونده جذاب رو شروع کنیم. 5 مارس سال 1974 بود. ساعت از 3:30 گذشته بود. اما ایمی هنوز به خونه نیومده بود و مادرش هم از این مسئله بسیار عصبانی بود. با اینکه ایمی دختر آزادی بود، میتونست بره بیاد، سختگیری نداشت، ولی این دیر اومدن خانوادش رو عصبی کرده بود. ظاهرا یکی از دوستای ایمی یه برنامه‌ای تو تلویزیون داشت، برای همین دوستا همه دور هم جمع شده بودن تا این برنامه رو ببینن و تا ساعت 3:20 نصف شب هم طول کشیده بود. فرداش هم مدرسه داشت. ساعت 8 از خواب بیدار شد و مامانش سوزان هم با بد اخلاقی جوابش رو داد. میگفت با اینکه تو خسته نیستی، ولی به این معنی نیست که تو میتونی تا نیمه شب بیرون خونه باشی و نیای خونه. به هر جهت درست مهمه. ایمی هم بعد از اینکه نون توستش رو خورد از خونه زد بیرون، ولی یادش اومد که به مامانش نگفته که دوستش داره. برای همین زنگ زد به مامانش و گفت مامان من خیلی دوستت دارم و ببخشید بابت دیشب. بعد هم تلفن رو قطع کرد و رفت مدرسه. ایمی داستان ما فقط 17 سالشه. حدودا 170 سانت قد داره، 50 کیلو وزن داره و در کل دختر زیباییه. وقتی همه جا رد میشه توجه ها رو به سمت خودش جلب میکنه. اون امسال از دبیرستان فارغ التحصیل میشه و قصد داره بره مدرسه بازیگری تا بازیگر بشه. فلوت میزنه، پیانیست خوبیه، مامانش قبلا خواننده بوده. خلاصه یه مایه های هنری هم دارن. ایمی آدم عجیبیه. شاید از این آدم ها اطرافمون داشته باشیم، کسایی که گیاهخوارن، کسایی که خیلی به حیوانا اهمیت میدن. عجیب نیستن، خاصن. ولی ایمی یکم از این مسئله خیلی پیشروی داره. مثلا اون اعتقاد داره که اعتقاد داشته که پشه ها نیشش نمیزنن چون اون پشه ها رو دوست داره. خب دیگه از ساده لویش بوده دیگه. حالا باز این خوبه. مثلا یه چیزی که خیلی خانوادش حساس بودن روش این که اون سوار هر ماشینی میشه. از این کسایی هستن که هیچ هایی میکنن، میرن وای میستن که ماشین گذری سوار بشن. خیلی هم کار خطرناکه به نظر من واسه دختر همسن سالمون. اونا تو دهه 1970 آمریکا. ایمی از این کارا انجام میداده، وای میستاده و سوار ماشینای گذری میشده و خانواده‌اش خیلی از این مسئله ناراحت بودن. حدودا قبل از تولد ایمی و برادرش، مادر پدرش توی نیویورک زندگی میکردن. اونجا توی کنسرتی با هم آشنا میشن و بعد هم ازدواج میکنن. و جالبی داستان اینجاست که 10 بعد از اینکه ازدواج میکنن و 5 سقط ناموفق داشتن. سقط ناموفق داریم؟ سقط ناموفق نه، 5 داشتن، به دنیا میارن ایمی رو و بعد 1 هم جاش به دنیا میاد. اینجوری براتون بگم که این بچه ها خیلی براشون عزیز بوده. انقدر عزیز بوده چون میدونستن نیویورک شهر خطرناکیه. آمار جرم و جنایت توی 1970 توی نیویورک خیلی بالا بوده. اون شهر رو عوض میکنن و میان به شهر کوکونات گرو. شهرم نمیشه گفت، روستا بوده توی اون دوران، ولی روستای خیلی سرسبزی بوده، پر از گالری های هنری، کافه های شیک و پیک. یعنی یه جای توریستی بوده و مردمی که میومدن میامی میومدن اونجا دیدن میکردن. و اینجوری انقدر این بچه ها برای این خانواده عزیز بودن که شما فکر کنید پدر مادر ایمی کل زندگیشون رو میفروشن، میان توی این شهر کوکونات گرو زندگی میکنن و یه کافه باز میکنن، گالری هنری باز میکنن و مامانش هم سوزان هم به عنوان طراح داخلی شروع به کار میکنه. تا کم کم دیگه این بچه ها بزرگ میشن و رشد میکنن. حالا این گذشته رو داشتیم، دوباره برگردیم به 5 مارس 1974.
حدود ساعت 12:45 ایمی از مدرسه اومد خونه. پدر مادرش هیچ کدوم خونه نبودن. زنگ زد به باباش، گفت که بابا من میخوام برم با دوستام نهار بخورم، میشه یکی دو دلار به هم قرض بدی دوباره بهت پس میدم. باباش هم گفت که اوکی مشکلی نداره، بیا گالری و این دو دلار تو از من بگیر و برو. این خونه ایمی تا اون گالری حدوداً یک کیلومتر و نیم فاصله داشته و این راهی بوده که همیشه ایمی میرفته میومده، احتیاج نه به تاکسی داشته نه به دوچرخه داشته، هیچی میرفته و میومده و چون دختر زیبایی بوده خیلی به چشم میومده، همه همیشه میدیدنش. ولی اون روز ایمی به گالری نمیرسه. وقت شام رسیده بود و ایمی هنوز به خونه بر نگشته بود و پدر مادر ایمی خیلی نگران بودن. میگفتن که محال ایمی نخواد بیاد شام و به ما زنگ نزن، اصلا محاله که یک شام رو از دست بده. یعنی همیشه اینا خبر میداده اگه سر کاری چیز داشته، یعنی همیشه خبر میداده. حدود ساعت 8 شب بود که مادر ایمی زنگ زد به یک کاراگاهی که اتفاقا یکی از دوستان خانوادگیشون هم بود و به این آقا گفت که ایمی نیومده خونه، ما نگرانشیم. این آقا هم گفت که بابا هنوز که سر شبه، وقتی نگذشته، بعدم شما انقدر به ایمی سخت گرفتی که اون فرار کرده. و خانوادش گفتن نه اصلا ما اینجوری نیستیم، ما اصلا به ایمی سخت نمیگیریم، اون هر که دلش میخواد میتونه انجام بده. والا سه شب اونجا اومده بوده خونه، همین دیگه. یعنی خود خانواده میدونستن که یه اتفاق برای ایمی افتاده، ولی کاراگاه گفت نه، تا فردا صبح صبر کنین، اگر ایمی فرار کرده باشه خودش برمیگرده، شاید خونه دوستاشه، شاید مست کردن. به هر جهت ما فکر نمی کنیم که کسی ایمی رو ربوده باشه یا اینکه یه اتفاق بدی براش افتاده باشه. فردا صبح شد، مادر ایمی سوزان زنگ زد به همون دوستی که ایمی قرار بود باش بره نهار بخوره. زنگ زد بهش گفت که ایمی پیش شماست. دختره گفت ایمی پیش ماست، ایمی ما رو سر کار گذاشته، ما دیروز قرار بوده با هم نهار بخوریم، ما انقدر منتظرش بودیم نیومده و من خیلی از دستش عصبانیم. اینو که گفت مادر ایمی دیگه شستش خبردار شد، گفت یه اتفاق برای دختر من افتاده. دوباره زنگ زد به همون کاراگاه، گفت ببین آقای فلانی من به دوستاشم زنگ زدم، این حتی پیش دوستاشم نرفته، یعنی از دیروز ساعت 12:30 ما از ایمی خبری نداریم. کاراگاه گفت که توی این سن و سال بچه ها گم نمیشن، فرار میکنن، دخترتون هم فرار کرده. رفتن به پلیس گفتن، پلیس گفت که ما هیچ مدرکی نداریم که نشون بده اتفاق برای دختر شما افتاده، مثلا ما ندیدیم که زورگیری اتفاق افتاده، ندیدیم کسی که علتش تو ماشین بردتش. خب همه که نمیان جلوی پلیسی، مثلا جلوی مردم کسی رو مثلا بردارم ببرم، ممکن از جای دیگه برداشته باشه. بعد گفتن نه ما نمیتونیم دنبالش بگردیم. رفتم به FBI گفتن، FBI گفت باید پلیس محلی گزارش بده. پلیس محلی هم که میگفت ما نمیگردیم دوباره، بس FBI هم دیگه مالیده شده بود. آره دیگه کلا میفهم. خود خانواده و دوستا و فامیلا و آشنا همه با هم جمع شدن، شروع کردن به گشتن. خیلی برای خانواده سخت بود که بخوان لای بوته‌ها توی درخت‌ها بگردن که ببینن جنازه دخترشون کجا افتاده، چون معتقد بودن اگر زنده می‌بود دیگه باید برمی‌گشت. خبر می‌داد، برمی‌گشت. یه خبر می‌داد، ولی دیگه بابا گذشته 48 ساعت، هیچ خبری نیست از بچه ما. گشتن، اعلامیه زدن، هیچ خبری نشد. یه عده اومدن گفتن ما دیدیمش سوار یه جیپ سبز شده، یه عده گفتن رفته توی یه خونه، ولی هیچ کدوم از اینها به جایی نرسید و اینا نتونستن ایمی رو پیدا کنن. تا اینکه تلفنشون زنگ خورد، یه خانومی زنگ میزد که اتفاقا از تلفن عمومی هم زنگ میزد و بهش گفت که من میدونم دخترتون کجاست و تا دیر نشده دخترتون رو نجات بدید. همون روزی که ایمی گم شده، از همون مسیری که میرفته، پاگانها داشتن از اونجا رد میشدن. برین دنبال پاگانها که اونها دخترتون رو دزدیدن. حالا شاید براتون سوال باشه که پاگانها کیان؟
محاله که ندیده باشینشون توی... چون یه خورده فرهنگ آمریکایی هن و توی اکثر فیلم ها هستن. آره یعنی کلن همه جا دیده میشن، تیپشون قیافهشون مشخصه، کسایی که کتای آبی میپوشن، پشتشون مثلا اون پاگان رو حکاکی کردن با لوگوشون، آدم های خطرناکی بودن در اون دوران، مواد مخدر مثل یه مایچه بودن برای مافیاها، یعنی هم میتونستن موادشون رو بفروشن هم مثلا بلوان یه نیروی بودن که زد و خوردی پیش میمده. اصلا شرط ورودش که به گروه همون کلاب باگان ها وارد بشن، شرطش این بوده یه خلافی کرده باشن، یه آدم خلافکاری بوده باشن. اصلا یکی از شرط اصلشونه که اگر میخوای عضوشون باشی باید آدم کشته باشه، یعنی در این حد باید مثلا خلافی باشی. و این پاگان ها هر کدوم پشت موتورشون یه دختر هم دارن و اکثر این دخترها دزدیده شدن. نه اینکه شما فکر کنید مثلا خب اگه دزدیده شدن چجوری موندن، به خاطر اینکه معتادشون کردن به مواد مخدر و وقتی که تو یه نفر معتاد باشی جایی هستی که ماده مخدر هم باشه دیگه. یعنی برسه اگه بری پاش میره خونه پدر مادرت که اسم تو مواد مخدر میده، ترکت میدن. برای همین میمونن دخترها و این خانومه ای که زنگ زد به مادر ایمی میگفت من یکی از همین دخترهام و دیدم که دختر شما سوار یه موتور یکی از اینها شده و بعد هم دزدیدنش، برین دنبال اینها و بگردین. و خب جالبیش هم اینه که خب اینا از همون مسیر داشتن رد میشه، یعنی دیگه دو شک رو به وجود آورده. آره دیگه، یعنی احتمالش خیلی زیاد بوده که بردارن. یک هفته بعد دوربین ایمی پیدا شد، دوباره در همون مسیری که پاگان ها داشتن از اونجا رد میشدن و دیگه مادر ایمی میگفت که اینها دختر منو بردن، اینها دختر منو دزدیدن. تا اینکه یکی از فامیلاشون که یه سری کارهای قانونی برای این پاگان ها انجام میداد یه قرار ملاقاتی با مادر ایمی گذاشت که دو نفر از اینها بیان و با مادر ایمی صحبت کنن. مادر ایمی میگه که یه آدم های اومدن با قد 180-145 کیلو وزن، لباسای کثیف، موهای کثیف، اومدن روی مبل من نشستن، پاشون انداختن روی هم، چاقوی زامندار بزرگ رو گذاشتن روی میز و گفتن بدیم ببینیم چیه و عکس ایمی رو دیدن. اونا گفتن که ما ایمی رو نداریم، ما ایمی رو ندزدیدیم، میگردیم توی گروهمون ببینیم کسی دزدیدتش یا نه و ما بوده که در گذشته دزدیدیم دختر، ولی معمولا ما دختر رو نگه نمیداریم. وقتی یه موتورسیکلتی بخوایم بخریم، یه ماده مخدری بخوایم بخریم، اینا رو میفرستیم با اونا معاوضه میکنیم. آره دیگه الان میگن دیگه ما کار دزدیدن نیستیم دیگه، اگه بیان خودشون میان، خودشون میان، ولی ممکنم هست به مواد مخدر معتادشون کنیم اینا دیگه نرن. خلاصه اینا گفتن ما میریم میگردیم و به تو خبر میدیم تا دو روز دیگه، اگه پیش ما باشه ما بهتون میگیم. ولی اینا رفتن دیگه هیچ خبری هم ندادن که آیا ایمی با اونا هست یا نه. چند روز بعد تلفن خونهشون دوباره زنگ خورد، یه پسری بود یه آقای بود که گفت که ما ایمی رو دزدیدیم و در برابر اینکه ایمی رو بهتون پس بدیم $30,000 پول میخوایم. و خب مادر ایمی از خدا خواسته که خدا کنه که دزدیده باشنش، خدا کنه که پولی بخوان از من. با این تماس گیرنده قرار گذاشتن توی هتل تو میامی و قرار شد برن همدیگر رو ببینن، پول معاوضه کنن و ایمی رو بگیرن. وقتی داشت با این صحبت میگرد مادر ایمی احساس کرد که توی پس زمینه داره صدا یه نفر دیگر رو میشنوه که میگه اوکی مامان، باشه مامان. و یه کمی دو به شک شد، ولی خب بازم چون پای جون دخترش در میون بود قبول کرد. با این پسر قرار گذاشتن و رفتن هتل. رفت هتل دید که یه جوجه فنچ تقریبا 16 ساله 17 ساله یه کلاهی گذاشته سرش، یه ذرم تحریش خیلی کمی داره که انگار تازه جوونه زده، یه بچه بازیه اصلا. آره اومده و به مادر ایمی میگه که پولو بده به من، دختر ساعت 6 بعد از اون میاد خونه. زیاد فیلم میدیده فکر کنم. زیاد عجیب بوده. و مادر ایمی میگه برو بچه جون، داری خر میکنی. و همون موقع پلیسا اینا میان و این پسر رو دستگیر میکنن و میفهمن این داستان رو با برادر دوقلوش، دو تا پسر 16 ساله بودن، این قرار رو میذارن که به قول خودشون فقط یه شوخی ساده بوده که یه پولی بگیرن.
و خب دیگه حالا دادگاهشون پیش میاد و براشون یه مجازاتی هم میبرن و اینها گذشت و مادر ایمی تنها سرنخ اصلی که داشت اون گروه موتور سوار بود. بچه ها بهتون بگم که مادر ایمی 260 کیلومتر رفت اون طرف تر دنبال موتور سوارا و یه جورایی اینا رو تعقیب میکرد، یعنی اینا توی هر مکانی کمپ میکردن مادر ایمی هم پشت سرشون بود، یعنی میرفت چکشون میکرد جاهایی که اینا میرفتن، مثلا میرفتن توی مثلا سالونای تاتو، میرفتن فروشگاه ها، تونست مادرش جاسوس مثلا بشه، یه کاراگاه بشه، اینقدر که خوب دنبال میکرده. آره واقعا. بعد جالبش اینجاست که عکس ایمی رو که می برد نشون میداد، مثلا توی فروشگاهی بود و به صاحب اونجا عکس ایمی رو نشون داد و صاحب و اون آقای فروشنده گفت که من این دختر رو دیدم، این دختر چند وقت پیش اینجا بوده، با چند تا از موتور سوارا اومده بوده و اتفاقا هر دفعه هم که می اومده سوپ سبزیجات می گرفته. و مادر ایمی گفت که خودشه، دختر من گیاهخوار بود، یک گیاهخوار سفت و سخت بود، خود خودشه، این ایمیه. و خب براش یه امیدی زنده شده بود که دخترش پاگان هاست. یه یک سالی گذشت و خبری نشد، واقعا هر چقدر که دنبال میکرد چیزی پیدا نمیکرد، تا اینکه در 30 نوامبر سال 1975 تقریبا یک سال بعد یه آقای زنگ زد به مادر ایمی و گفت، خودشو معرفی کرد، گفت من قبلا پاگان بودم و من قبلا صاحب دختر شما بودم، بیا تا با هم حرف بزنیم. من عکس ایمی رو توی چی دیدم، توی روزنامه دیدم و متوجه شدم که اون دختری که من داشتم صاحبش بودم با دختر شما یکیه، بیا تا حرف بزنیم. میخواستم بیرون قرار بذارم ولی این آقای پل گفت که نه، باید بیای خونه من. شما فکر کنین که مادر ایمی مجبور شد سوار موتور یکی از این آدم‌های ترسناک بشه که هر کاری ازشون برمیاد و باهاش رفت خونه اون آدم تا با اون آدم صحبت کنه. واقعا خیلی دل و جرأت می‌خواد. خیلی دل و جرأت می‌خواد. و وقتی که رفت خونه‌اش عکس‌های دیگه‌ای از ایمی نشونش داد، مرد تایید کرد که من صاحب دخترت بودم ولی من دخترت رو ندزدیدم، یه مرد دیگه‌ای دزدیده که بعدش دادنش به من صاحبش بودم. وقتی هم که من تحویلش گرفتم صورتش کبود بوده، سرش ورم کرده بوده، خیلی کتک خورده بوده و معتاد بوده. یه چیزی که باعث شد که مادر ایمی به این شهادت مطمئن بشه این بود که ایمی زخم آپاندیس داشت، اگه اشتباه نکنم یا آپاندیس بود یا بیماری دیگه بود، یه زخمی داشت و مادر ایمی در مورد این زخم که روی شکمش بود با هیچ کس حرف نزده بود، یه چیز دیگه شخصی دیگه که روی بدن آدم، اصلا ببینید حتی به پلیس هم نگفته بود، یعنی میگفت که من این داستان رو حتی به پلیس نگفتم، چه برسه به رسانه ها. و این آقای پول برای اینکه ثابت بکنه صاحب ایمی بوده، این آدرس این زخمه رو داد و مادر ایمی مطمئن شد، گفت این خودداشتش و گفت که چون حرف نمی زده، چون با کسی حرف نمی زده، گرم نمی گرفته، ما اسم میوت رو روش گذاشتیم، یعنی ساکن، آره می صدا، ما این اسم روش گذاشتیم و به کسی به اسم ایمی نمی شناسدش که همه به اسم میوت می شناسدش. و این آقای پول قول داد به مادر ایمی که دنبال دخترش بگرده. حالا چرا یه آدمی مثل این یهو مهربون میشه؟ خدا میدونه دیگه. و واقعا دنبالش گشتن شهر به شهر، از واشنگتن تا نیویورک، به شهرهای مختلف رفتن، گشتن، سالن‌های تاتو رو میگشتن، به کافه‌های خطرناک میرفتن، جاهایی که مثلا معامله مواد مخدر میشد، گاهی درگیری میشد و دنبال یه نشونه از ایمی بودن، تا اینکه این آقای پل با یه گروهی حرف زد که گفتن که صاحب ایمی هن و یه قراری با هم گذاشتن، قرار شد ایمی رو توی اونجا تحویل بدن و رفتن با مادر ایمی. رفتن، مادر ایمی انقدر خوشحال بود که به خونه زنگ زد، گفت ملافه های تخت ایمی رو عوض کنین، من ایمی رو دارم بر میگردونم، حتی تاکسی خبر کرد بیاد دم اون کافه دنبالش که دیگه با ایمی رو بگیره و سوار مستقیم خونه برم فرودگاه بدم خونه. رفتن اونجا و
این آقای پل رفت با چند نفر صحبت کنه، اما یهو به هم ریخت، درگیری شد، بزن بزن شد و مادر ایمی رو کتک زدن و از اونجا بیرونش کردن، کردنش تو همون تاکسی و فرستادنش. بعدها ما فهمیدیم که اون پاگان هایی که اون شب اونجا بودن و درگیری پیش اومده، دوتا زانوی پل رو شکسته بودن، دوتا گلوله به شکمش زده بودن و تا مرز کشتن زده بودنشون بیرونشون کرده بودن و دیگه مادر ایمی آقای پل رو ندید. فقط پل به وکیلش گفته بود مادر ایمی یک امید دیگه داره، اینم که بره سیاتل دنبال دخترش بگرده و میتونه بره اونجا دخترش رو پیدا کنه. قبل از این که داستان رو ببریم جلوتر و بفهمیم چی به چی شده، اما یه اتفاق هم داشت این وسط میافتاد. هماهنگ با این اتفاقایی که زنگ میزدن میگفتن ما دخترتو دزدیدیم، یکی میگفت دخترتو جامائیکاست، یکی میگفت که نمیدونم به عنوان دنسر داره کار میکنه، یکی میگفت مواد میکشه، در کنار همه این اتفاقا یه تلفن به خونه سوزان شد. یه آقای بود خیلی مؤدب، خیلی با شخصیت، سلام کرد و گفت که من هنری جانسون هستم، من دیدم دختر شما رو، من میشناسم دختر شما رو، الان توی یه هتل ساکنم، دخترتون با موتور سواراست و من میتونم بگم دست کیه. و خانواده اینی خیلی خوشحال شدن، گفتن که حتما یه نشونه ای داره و به این آقای جانسون گفتن که میتونید بیاید گالری ما و عکسای بیشتری از ایمی ببینید، ببینید خودشه یا نه. و این آقا گفت که بله من میتونم بیام، میام، خیلی خوشحال میشم کمک کنم بهتون، قرار گذاشتن. اما نیومد، نیومد و تماساش مرتب انجام میشد. 21 سال به خونه خانواده ایمی زنگ زد، یا ما فکر کنید 21 سال، و تمام و تلاششو میکرد که خانواده ایمی به هیچ عنوان به آرامش نرسن. دفعه دومی که زنگ زد، مادر ایمی بهش گفت که تو داری دروغ میگی، تو حتی دختر من رو ندیدی، اگر راست میگی دختر من چه شکلی بود؟ و این آقای جانسون در کمال وقاحت و بیادبی گفت که بدن خیلی خوشفرمی داشت، سینه های بزرگی داشت، از دهنش خوب استفاده میکرد و در مورد زخمایی که توی بدن ایمی بود شروع کرد به صحبت کردن. و مادر ایمی نکته رو خوب فهمیده بود که این جانسون هر کی که هست ایمی رو خوب میشناسه، به خاطر اینکه در مورد موسیقی هایی که ایمی گوش میداد صحبت میکرد، در مورد علایقش صحبت میکرد، در مورد بدنش توصیف دقیقی داشت از بدن ایمی. از همین پاگانا بوده باشه شاید، ولی ما هنوز نمیدونیم تا داستان رو ببریم جلوتر. و بود این مزاحمت ها، ولی مادر ایمی این موضوع رو رسانه‌ای نکرده بود، فقط پلیس خبر داشت و این آقا هر سری که زنگ زد از تلفن‌های عمومی زنگ زد و در اون دوران نمیتونستن شناسایی کنن. در کنار همه اینها مادر ایمی سال 1977 رفت به سیاتل و سیاتل رو شروع کرد به گشتن، توی دوباره کلاب ها میرفت، میرفت توی مثلا جاهایی که میرقصیدن دنسرا بودن، عکسای ایمی رو نشون میداد و اتفاقا چند نفر بودن اونجا و دوباره ایمی رو تشخیص دادن، گفتن که آره ما این دختر رو دیدیم، اسمش بی صدای میوته. یعنی مثلا خیلی عجیبه که مثلا از همون سالی که ایمی گم شده، سال 1974 تا سال 1977، مادر ایمی هر سالی که نشونه ها رو گرفته بهش گفتن میوت، یه دختری بود اسمش میوته، این میوته. و مادر ایمی مطمئن بود که دخترش زنده است، یعنی شاید خود ایمی نمیخواد برگرده و خب این براش دیگه عذاب شده بود. و شما فکر کنید که همه اینا هی تکرار میشه. مثلا سال 1979 یه بار دیگه به خونه خانواده ایمی زنگ زدن و بهش گفتن که دخترت توی این ایستگاه کامیونا هست که نگه میدارن، کمپ کامیونا بزرگه، پیش اوناست. و خانواده ایمی مجبور شدن پلیس خبر کنن و برن یکی یکی این ماشینا رو بگردن ببینن دخترش واقعا اونجاست یا نه. همش فکر کنم مادر دیگه روی پا بوده، داشته دنبال دخترش میگشته، اصلا 31 سال دنبال دخترش گشته و باز هم اونجا تیرشون به سنگ خورد. اما تیر خلاص اینجا بود که سال 1992 از انگلستان زنگ زدن به آمریکا
و گفتن که یه گروه دوچرخه موتور سوار بودن اینجا، توی یه اداره پستی نگه داشتن. به یکی از کارمندای اداره پست گفتن که ما یه دختر داریم، میخوای بهت بفروشیمش یا نه؟ و اون کارمند اداره پست گفته اسمش چیه؟ و اونا گفتن اسمش میوته. دوباره گفتن میوته و اون کارمند اداره پست گفته خب چه شکلی هست و اینا؟ گفتن خوشگله، دختر آمریکایی، سال صدف، خلیج صدف به دنیا اومده. و جالبش اینه که ایمی هم خلیج صدف به دنیا اومده و تقریبا مطمئن بودن که ایمی سر از انگلیس در آورده. آره دیگه، خب به خاطر اینکه همه نشوناش میخورده اصلا همین دیگه. ولی من برام سوالی که چجوری بتونه ویزا سفر میکنه نمیدونم. اصلا غیر قانونی آشنا دارم مثلا کسی ردشون میکنه. و خب نتونستن این نشونه رو هم دنبال گیری کنن. و اگر از اون زمان مادر ایمی فقط توی آمریکا دنبال دخترش بود، یعنی الان با تو انگلیس هم دنبال دخترش میگرد، تو اروپا دنبال، یعنی اصلا هر چی فکر کنی نمیشه. از او بابا. در سال 1996 یه اتفاقی افتاد. یه خانومی با بی بی سی مصاحبه کرده بود و گفت که اسم شوهر من پله. حتما پول رو یادتونه دیگه، همون آقایی که به مادر ایمی کمک کرده بود و آخر هم پاهاشو شکوندن و به شکمش شلیک کردن. گفت که شوهر من زمانی که در بستر مرگ بوده به من اعتراف کرده، گفته گروه ما ایمی رو دزدیدن، شکنجش کردن و باهاش سکس گروهی داشتیم و هی بهش مواد میدادیم، چون بهمون توهین میکرده، فحاشی میکرده و ما هی بهش مواد میدادیم که این آرومش کنیم و بعد اووردوز کرده و مرده. قرار نبود این اتفاق بیفته، قرار بود فقط تجاوز بشه بهش و جزو همین خانومای باشه که توی کنار ما هستن، ولی ایمی دووم نیاورد و بعد از اینکه مرد ما جنازش رو بردیم توی یه دریاچه انداختیم که توش تمساها بودن و خب برای همین هیچ وقت ایمی پیدا نشد. خانواده ایمی زیاد این حرف رو قبول نداشتن و معتقد بودن که این خانوم داره از شوهرش و از این داستان استفاده میکنه تا پول به دست بیاره. آخه دلیل هم نمیشه، خب وقتی که پول خودش این کارو نکرد، وقتی کارا یه کرده بوده، چرا باید با هم سوزان راه میافتاده میرفته این برون بر دنبال دخترش؟ به قیمت جونش هم تموم بشه، یعنی خود دو تا پاشو بزنن بشکنن بهش شلیک کنن، یعنی اصلا با عقل جور در نمیاد که اون خبر داشته باشه و این کار انجام داده باشه. و خلاصه این رو قبول نکردن. تلفون هایی که جانسون میکرد همچنان ادامه داشت، همچنان زنگ میزد. یه بار زنگ میزد میگفت ایمی مرد، یه بار زنگ میزد میگفت ایمی رو من پرورش دادم به عنوان برده جنسی، الان توی عربستان داره تنفروشی میکنه. یعنی تمام تلاشش رو میکرد که این خانواده به آرامش نرسه. باشم آمارشون هم همیشه داشته، حتی مثلا وقتی که مادر بزرگش فوت کرده بود زنگ زده بود بهشون تسلیت گفته بود. ببین اصلا چیزی از این ترسناکتر نیست که علاوه بر این که بهشون زنگ میزد، انگار تحت نظرشون داشت، انگار ازشون همه آمارشون رو داشت. و توی این سالهایی که گذشته بود، تقریبا 19 سال از گم شدن ایمی میگذشت و هنوز خانواده دنبال ایمی بودن، هرچند کارشون رو از دست داده بودن، خونشون رو فروخته بودن، توی یه آلونک کوچیک زندگی میکردن، گالریشون رو بسته بودن، پدر ایمی الکلی شده بود، برادرش ترک تحصیل کرد، اصلا دیگه نابود شد خانوادهشون، یعنی زندگیشون زندگی نشد دیگه. واقعا چی دیگه میتونه از این دردناک تر باشه؟ و علاوه بر اینکه تماسای این جانسون هم بود، تو سال 1992 پدر ایمی فهمید که سرطان داره و خب حالش خیلی بد بود. دکترها بهش گفته بودن که یک سال دیگه فقط زنده است و تنها نگرانیش این بود که این جانسون یه بلای سر خانوادش بیاره. یعنی فکر کن آدمی که دخترش رو دزدیدن و الان 19 سال دخترش گم شده، یه نفر هم باشه دم به دقیقه بهت زنگ بزنه و تو نگرانی باشی که چه اتفاقی برای خانواده کل آمارت هم داشته باشه، یعنی که دیگه امکان داره خیلی نزدیک خیلی نزدیک بتونه باشه. و جالبش اینه که بالاخره مادر ایمی گفت که من به جانسون میگم دیگه، میگم که شوهر من لب مرگه، میخواد دخترش رو ببینه. و جانسون که این بار نصف شب زنگ زد، مادر ایمی تلفن رو برداشت و بهش گفت شوهر من مریضه، شوهر من دیگه زنده نمیمونه تا یک سال آینده و میخواد دخترش رو ببینه.
فکر میکنید که جانسون در جواب مادر اینی چی گفت؟ واقعا هیچی بزنم نمیست، ولی هرچی گفته چون آدم واقعا بیشعوری بوده هر چیزی امکان داره. به مادر اینی گفت که پس داری مجرد میشی، هنوزم مثل قبل زیبایی. بعد از مرگ پدر ایمی دوباره جانسون زنگ زد و گفت که شوهرت مرده، من به تسلیت میگم. و مادر ایمی گفت دست از سرم وردار، دیگه خسته شدم. و جانسون نفس عمیق کشید و گفت که بهتر مواظب خودتون باش. این تماسا ادامه داشت تا اینکه در سال 1995 این آقای جانسون از تلفن همراهش به مادر ایمی زنگ زد و فکر اینجاشو نکرده بود که لو میره. آره پیگیری میکنه راحت. نقطه شیرین داستان اینجاست. FBI پیگیری میکنه و این آقای جانسون رو، هنری جانسون رو دستگیر میکنن. هنری جانسون متولد 1947 بوده، در زمان گم شدن ایمی 27 سالش بوده، تازه ازدواج کرده بوده و در ماه عسل بوده تو اون برهه‌ای که ایمی گم شده بوده. و این آقا در دانشگاه روانشناسی رفتاری خونده، یعنی شما دیگه فکرش رو بکنید. و بعدش میاد توی گمرک کار میکنه، یه مدتی هم توی هواپیماها سوار میشده به عنوان مأمور امنیتی، یعنی مخفی بوده ولی تفنگ داشته که اگر هواپیما رو دزدیدن اونجا باشه. آره اون زمان مد بوده ظاهرا. و اونجا کار میکرده، بعد از یه مدتی هم با ماشین های توقیفی کار میکرده. همسایه هاش میگفتن آدم خوبیه، ما هیچ بدی ازش ندیدیم، آدم آرومیه، میره میاد. همیشه از آدم آروم با ترسید. واقعا آدم آرومیه، میره میاد. ولی صابخونهش میگفت من آثار مشت و اینا توی خونهش دیدم و من فکر میکنم یه زندگی دوگانه داره. خلاصه بچه ها اینو میکشنش به دادگاه و ادعا میکنه که من الکلیم و اختلال دارم، اختلال وسواس دارم، برای همین هم به مدت 21 سال سوزان رو عذاب دادم. مریض بوده، اختلال نداشته. بعد شما فکر کنید که چند سال بهش زندان میدن؟ فقط 2 سال. یعنی 21 سال یه نفر رو عذاب یه داده، یه نفر کش بود، یه خانواده رو عذاب داده، همین نابود کرد. فقط 2 سال بهش زندان دادن، اون هم به خاطر اینکه در گذشته هیچ اشتباهی نکرده، برای همین پاک و مبرز. از این طرف دیگه صحبت این شد که احتمال داره این آدم دزدیده باشه ایمی رو، ولی کارگاه هم میگفتن نه، به خاطر اینکه این توی اون مدت زمانی که ایمی گم شده بوده توی چی بوده؟ معسل بوده، خارج از میامی بوده، با همسرش بوده. ولی یه شک و شبهه اینجا به وجود اومد. هنری جانسون میگفت که من ایمی رو تا حالا ندیدم، ولی نشونه های درستی میداد به مادر ایمی. وقتی ندیده چجوری میخواد که تعریف توصیفش بکنه؟ یا یعنی اینکه نزدیک بوده به کسی که ایمی رو دزدیده بوده، یا یعنی اینکه خودش؟ دقیقا. بعدش دفتر خاطرات ایمی رو آوردن. تو دفتر خاطرات ایمی از یه شخصی نوشته بود که خانواده نمیشناختنش، به اسم هنگ. نوشته بود که هنگ بهم گفته همین قد که فارغ التحصیل بشی من تو رو میبرم به آمریکای جنوبی. و من بهش گفتم که تو چقدر دیوونه هنگ. از قضا که اسم مستعار این هنری جانسون هنگ بوده باشه، هستش. برای همین میگن دوتا همدیگر رو میشناختن. و یه چیز بدتر از اون این که یکی از آخرین عکسایی که ایمی توی دوربینش بوده همین عکسیه که میبینید، پشتش یه وانت سفید رنگه. و متوجه شدن که در زمان گم شدن ایمی هنری همین چی رو داشته، هنری جانسون همین ماشین رو داشته. خیلی سوال خیلی عجیب میشه. یعنی دقیقاً الان مشخص نیست که آیا واقعا هنری جانسون چی رو ایمی رو دزدیده یا پاگان ها، یعنی یک کدوم از این دوتا به نظر من باید باشه. ولی مادر ایمی کوتاه نیومد. مادر ایمی گفت که بابا این یارو 21 سال ما رو عذاب داده و رفت دادگاه مدنی و شکایت کرد و تونست 5 میلیون دلار غرامت بگیره. دمش گرم. واقعا دمش گرم. حداقل از لحاظ مالی ساپورت شدن اینا، حتی برادرش به نظر من. بالاخره در جوان 2005 مادر ایمی بعد از 31 سال دنبال دخترش گشتن و چند بار سکته قلبی
در سن 80 سالگی فوت کرد و هیچ وقت نفهمید برای دخترش چه اتفاق افتاد. اصلا نه، دخترش مرده، زنده است. خیلی حس بدی. کجا دفن شده حتی اگه مرده؟ هیچ. خیلی حس بدیه. دقیقا مثل والدین دورت جین اسکات که همینجور یه نفر مزاهمش شد. ماراموری. خیلی بده. و این آقای هنری جانسون هم توی سال 2006 فوت کرد. یعنی اگر چیزی هم میدونست با خودش دفن کرد. و دیگه هیچ خبری نشد علنا در مورد این که مثلا کسی دنبالش بگرده، نشونه ای باشه. و عملا یه پرونده سرده. فقط تنها کاری که کرد، برادر ایمی براش یه صندلی درست کرد توی همون پارک که قرار بود اون روز برن و نهار بخورن به یاد خواهرش. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه. همه داستان‌ها چه حل شده باشه چه حل نشده باشه تلخن. و هفته بعد یه داستان خیلی تلختر داریم. یعنی اتاق 13 هم جایی نیست که تو خبرهای خوب یا حرفای خوب بشنوی. همه چیزایی که اینجا میشنویم تلخه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.